سوال از من جواب از مامان کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست با هنرمندی ترانه سمیمی سامی شهیدی نویسنده و کارگردان شهاب رحمانی مامان امروز راجع به چه مسئله صحبت کنیم؟ موضوع اتهامات سیاسی به جامعه بهایی رو که تموم کردیم البته کاملا تموم نکردیم. فکر می کنم هم احتیاجی نیست که برای این تهمت های بی اساس اینقدر وقت بذاریم. ولی من فکر می کنم لازمه یه چیزایی رو بهت بگم که شاید در آینده بتونی ذهن بعضی رو که گرفتار این تهمت ها شدن روشن کنی. خب مثلا؟ مسئله اتهام زدن و تحریف کردن آثار الهی و مشکلات مختلف برای پیروان هر دین جدید که ظهور میکنه یک واقعیت انکارناپذیر در طول تاریخ ادیانه که البته همین مظلومیت پیروان آین جدید باعث میشه تا کسایی که از ظهور آینی که تازه متولد شده بیخبر موندن و توجهی بهش نداشتن به فکر بیفتن و دربارش به تحقیق بپردازن نگاه کن تو همین ایران خودمون هر موقع مخالفت ها شدتش کم شد مردم کمتر متوجه آین بهایی شدن <applause> هر وقت شدت پیدا کرد مردم بیشتر درباره آین بهایی تحقیق کردند. به خصوص تو این سالهای اخیر که البته وسایل ارتباط جمعی هم بیشتر شده و به تعداد تحصیل کرده ها هم اضافه شده و صد البته که تا حد زیادی علم هم جای خرافات رو گرفته خب منظور از همین صحبت ها میخواستم درباره یک اتفاق همیشگی که همراه ظهور ادیان رخ میده بگم اونم اینه که وقتی یک مظهر الهی یا همون پیامبر الهی ظهور میکنه و دین جدیدی تأسیس میشه پیروان دین قبل به خصوص اکثر رهبران دین قبل شدیدا مخالفت میکنن و حتی کار به کشت و کشتار مؤمنین جدید هم میرسه قبلا هم در این باره صحبت کردیم ولی اگه میشه بیشتر راجع به علل مخالفت رو صحبت کنیم به نظر شما علت اصلی مخالفت چیه؟ اگه بحث به خطر افتادن منافع یک عده رو کنار بگذاریم به طور عموم علت مخالفت مقاومت در برابر نواندیشیه همیشه متعصبین قشری تحمل شنیدن حرف تازه رو ندارن که مگه حضرت مسیح رو به شهادت نرسوندن نه تنها در دین حتی در علم هم همینطوره مگه گالیله رو تکفیر نکردن حالا هم همینطوره <متصفح> آها اون فراز از کلام حضرت بحالا رو که قاب گرفتین و روی دیوار ممون خونه گذاشتین الان برای مفهوم بهتری پیدا کرد که میفرمایند بگو ای دارای چشم گذشته آینه آینده است ببینید و آگاه شوید هر چی در گذشته اتفاق افتاده هر مخالفتی که با مؤمنین شده الان هم دوباره تکرار میشه مهم. در گذشته کفار اتهام وابسته بودن اسلام به خارجی ها رو میزدن طبق آیه قرآن که کفار بیانات حضرت محمد رو به سلمان فارسی که ایرانی بود منصوب میکرد حالا هم عین همون رفتار کفار تکرار شده و بهایا رو وابسته به کشورهای بیگانه میدونن کاملا حرفات درسته امروزه پیروان هر دین نمیدونن چه دوران سختی رو پیروان اولیه گذروندن تا به دوران طلاییش رسیده همه پیروان طعم خوش مظلومیت رو چشیدن مظلومیت و مشترک همه ادیانه اما هر دینی عمری داره بعد از اینکه پیروانش رو تربیت کرد و تمدنی به وجود آورد مردم کم کم غرق در مادیات میشن و اصل دین رو فراموش میکنن اخلاقیات سقوط میکنه ولی در عوض مراسم پراب و رنگتر تر میشه معابد هم با معماری با شکوهتری ساخته میشن که نمیتونن جلوی فساد اخلاق بگیرن اصلا علت تجدید ادیان هم همینه که اصل دین فراموش میشه و خداوند برای تربیت مجدد مردم تمام قدرت و محبت و علم خودشو در وجود یک انسان دیگه ظاهر میکنه که بهش میگیم مظهر امر الهی یا پیامبر بعدم به جای اینکه مردم از لطف الهی ممنون باشن با این مظهر جدید و پیروانش مخالفت میکنن <applause> راستی مامان اگه من بهای زاده نبودم معلوم نبود جزو مخالفین آینه بهایی میشدم یا جزو بی تفاوتا یا اینکه ایمان می آوردم سؤال سختی کردی ولی با شناختی که ازت دارم که همیشه سوال میکردی و کنجکاو تو همه چیز بودی شاید جزو کسایی بودی که تحقیق میکردن و بی تفاوتم نبودن مامان هیچی واسه خوردن نداریم زفت کرد چرا میوه توی یک هست؟ الان که داشتم میوه میخوردم یه دفعه به فکرم رسید که اگه عرب گوش میدادن و توجه میکردن که ببینن آینه جدید چی داره میگه و در مقابل نو اندیشی مقاومت نمیکردن چه بسا حکم جهاد صادر نمیشد که حالا به هر بحانه ای هر کس به میل خودش دستور جهاد بده و عده زیادی رو به کشتن بده مینم یه برداشتیه قبول ندارین راست نمیگم حالا چرا اصرار داری من قبول کنم من که مخالفتی باید نکردم هر کی میتونه نظری داشته باشه بدون اینکه به دیگران تحمیلش کنه خب برگردیم سر موضوع گفتگومون یکی از بدترین نوع رفتار مقابله با نواندیشی به شهادت رسوندن حضرت مسیح بود یا شهادت حضرت باب بله کاملا درسته دیگه بدتر از این نمیشه با اندیشه نو مقابله کرد حالا کسایی که حضرت مسیح رو به شهادت رسوندن باید سر از خاک در بیارن و ببینن دینی رو که باهاش اینجوری مخالفت کردن در حال حاضر رتبه اول و از نظر گسترش تو کشورها و همینطور از نظر تعداد پیروانش در عالم داره میدونی اشتباه متعصبین اینجاست که میخوان به جای خداوند خودشون تصمیم بگیرن امه. یا اراده و خواست خودشونو به اراده الهی ترجیح میدن پیغمبری رو میخوان که مطابق میل اونا حرف بزنه نمیگن چه چیزی آوردی که به درد زندگیمون بخوره میگن تو اونی نیستی که باید بیاد چون هر چی میگی بر خلاف میل ماست آره دیگه تعالیم حضرت مسیح یا نوع ظهور حضرت مسیح مطابق اون چیزی که علمای یهود تو ذهنشون داشتن نبود مطابق میلشون نبود آره این مطابق میل نبودن خیلی مهمه این میل یعنی اون چیزی که خودشون درست کردن و سخت هم روش تعصب دارن مثلا همه پیروان ادیان میگن دین ما آخرین دینه در اثر اشتباه برداشت یه چیزی به وجود میاد که سخت بهش پایبند هستن تا حدی که پیامبر الهی رو به صلیب میکشن جالبه که همه ادیان وعده به زور بعد هم دادن یا به عمد یا به اشتباه فکر میکنن شخص بعدی که به ظهورش وعده داده شده باید مروج همون دین قبلی باشه مثلا میگن اگه مسیح بیاد باید مروج احکام یهود باشه نه اینکه اونا رو تغییر بده چون اصلا این احکام غیر قابل تغییرن درسته من یه زنگی به مهران بزنم الان میام یادم چند وقت پیشم راجع به این موضوع صحبت شد که گفتین اساس همه ادیان یکیه و اون اخلاقیات و روحانیاته که هر دینی میاد اونا رو ترویج میده خوب یادت مونده بعدش چی بود؟ بعدش گفتین احکام فردی و تعالیم و قوانین اجتماعی جزو فروع دین هستن امه. که به اقتضای زمان و مکان تغییر میکن آفرین و حالا این همه مخالفت ها بین پیروان ادیان برای چیه؟ برای فروات دین همه موافق صداقت و امانت و درستگاری هستن هیچ دینی نمیگه که اینا خوب نیستن در اصل با هم موافق و در فر هم دیگر رو میکشن پیروان دیانت مسیح دوران مظلومیت طولانی رو گذروندن متعصبین به طور وحشیانه ای مورد اذیت و آزارشون قرار دادن طوری با اونا برخورد میکردن که مردم فکر میکردن مسیحیت فرقه ای از آین یهوده و میخواد ضربه به دین خدا بزنه درست مثل الان که خیلیا میگن شما فرقه ای از اسلامین هر چی میگیم نه ما یک آینه مستقل هستیم میگن نه ما بهتر میدونیم <applause> این حرفو نه تنها علمای دینی بلکه دانشمندای علوم اجتماعی و جامعه شناسی هم میزنن علمای دینی که قصد و هدفشون مشخصه ولی مورخین و جامعه شناسا باید اصلا معنی دین رو خوب بدونن و با معتقدات و فلسفه هر دین آشنا بشن و علت تغییر احکام و قوانین رو بدونن بعد نظر بدن بیشتر اینا دین و یه سلسله آداب و مناسک میدونن و در نتیجه ادیان رو با هم در تضاد میبینن در صورتی که حضرت بهاولا این طور به ما یاد دادن که اساس همه ادیان الهی یکیه به قول تو باید معنی دین و خوب فهمید به همین جهت فکر میکردن مسیحیت فرقه ای از یهوده حتی مورخین زمان حضرت مسیح هیچ اسمی از آین جدید نبردن پیش خودشون فکر کردن یه جوانی که یهودی بوده خواسته تغییری در دین یهود به وجود بیاره و چون به صلیبش زدن موضوع هم تموم شده هم. آقا چند نفر مؤمن که بیشتر نداشته این شخص خب این از مورخین و دانشمندا دا. مردم عادی هم که چشمشون به دهن علمای خودشون بوده علمای یهود هم سخت معترض بودن که چرا عیسی که خودش رو مسیح میدونه سبت رو شکسته سبت یعنی تعطیلی شنبه رو به یک شنبه برگردونده تو تورات هست که هر کس حکم سبت رو بشکنه حکم قتل دربارش اجرا میشه یعنی اگه کسی روز شنبه بره سر کار باید کشتش مهم. پس تو مملکت یهودی روزای شنبه اورژانس تعطیل اداره برق و آب و پلیس و ارتش تعطیل مخابرات تعتیله مسلما تعطیل نیست واسه همین حضرت مسیح فرمودن سبت به جهت انسان مقرر شده نه انسان برای سبت بنابراین پسر انسان مالک روز سبت نیز می باشد چه جالب فرمودن تمام تمام احکامی که از طرف پیانبران نازل شده بی دلیل نبوده و کاملا درست و مطابق شرایط اجتماعی زمان خودش بوده ولی چون زمان عوض میشه احکام هم تغییر میکنه بنابراین هر کس مسئوله که وقتی میشنوه آین جدیدی ظهور کرده محققانه و بیطرفانه شروع به تحقیق بکنه و گرفتار فروع دین نشه خب من حرفم تموم شد làm luôn